حملات شیمیایی سازمان یافته به مدارس دخترانه همچنان در روزهای اخیر ادامه داشته. هدف رژیم از استمرار این جنایت چیه و در برابرش چه باید کرد؟ در این رابطه همراه هستیم با خانم نینا پسیان، مدیر انجمن زنان ایرانی در آلمان. سلام میکنم به شما خانم پسیان، خوش آمد میگم بهتون. ابتدا برامون از آخرین خبرهای مسمومیت عمدی مدارس دخترانه طی روزهای اخیر بگین که چه ابعادی داشته. من هم سلام میکنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز برنامه‌تون و تشکر میکنم که اینجا در خدمت شما هستم. در مورد سوالتون باید بگم که حملات شیمیایی رژیم که از آذر ماه سال 1401 شروع شده همجور ادامه داشت تا اینکه در 14 فروردین سال 1402 بعد از بازگشایی مدارس دوباره ادامه پیدا کرد و حملات رژیم به مدارس دخترانه شروع شد. در 30 فروردین 1402 هم به 10 مدرسه در شهرهای تهران، همدان، قزوین، دسفول، اردبیل و سقز این حملات ادامه پیدا کرد و دختران و نوجوانان ما رو راهی بیمارستان کرد. در مورد حملات شیمیایی اخیری که صورت گرفته در 4 و 5 اردیبهشت ماه هستش که در شهر سنندج در مدارس در دبیرستان‌های مائده و مستوره اردلان بوده که در منطقه حسن آباد سنندج بوده و در مدارس اسمت و معراج بوده که تعداد دخترانی که دچار مسمومیت شدن و روانه بیمارستان شدن به 20 نفر رسیده. همزمان با این حملات در مهرشهر کرج بوده در مدارس دخترانه فاطمه پزشکی و 22 بهمن بوده که باز دختران مورد حمله شیمیایی رژیم قرار گرفتن و راهی مراکز درمانی شدن به خاطر مسمومیتی که ایجاد شده بوده. و همچنین در تهران هم حمله شیمیایی به مدرسه فسای نژاد انجام شده که باز هم منجر به مسمومیت دختران نوجوان ما شده. در اینجا اجازه میخوام بگم که سازمان عفو بین الملل این حملات رو هماهنگ و سازماندهی شده این عنوان کرده و خواستار انجام اقدامات مستقل در این زمینه شده. بله، با تشکر. خب چرا رژیم به این حملات ادامه میده؟ الان شما اشاره کردین به محکومیت عفو بین الملل و واکنشایی هم که بوده. چه هدفی رژیم از انجام این اقدام جنایتکارانه داره؟ دقیقاً هدف این رژیم به خاطر اینکه زنان و دختران ما با شجاعت در سازماندهی و برگزاری تمام این قیام در صفوف اول بودن، کینه دیرینه از اونها به دل داره و میخواد که از این طریق با ارعاب و ترس زنان و دختران رو خانه نشین کنه و به عقب برونه که این هم خیالی بس واهیست. من اجازه میخوام اینجا یک قسمت از خبرگزاری البیان مصر رو که در رابطه با حجاب اجباری و مسمومیت در مدارس ایران مقاله نوشته رو خیلی کوتاه از روش براتون نقل کنم. میگه که مسموم سازی عمدی دختران تلاش رژیم برای سرکوب خیزش سراسری است که عمدتاً از طریق زنان هدایت و رهبری میشه. این یکی از علتهایی هستش که رژیم به این کار دست میزنه. علت دیگر اون هم اینه که رژیم با معضلات لاعلاج بسیاری دست به گریبانه، از جمله با معضل لاینحل سرنگونی، و برای اینکه این رو به بیراهه ببره و مردم رو سرگرم و مشغول بکنه ترفندی از این قبیل به راه میندازه که مردم رو از هدف اصلی که همانا سرنگونی این رژیم منحرف کنه و چندی از فوران آتش این قیام جلوگیری بکنه که این هم باز قیام خیال بسیار باطلی است و برای این ترفند هم تمام مهره ها و دستگاه های خودش رو برای سرکوب ملت به کار گرفته. ممنونم. صحبت هایی داریم از صحبت های مینا از خوزستان در مورد همین حملات شیمیایی.
بریم با هم بشنویم، بعد من سوال آخر از شما پرسم. با کمال میل. خیلی ممنون. سلام بر دوستانم در ایران آزادی و هموطنان عزیزم. من میخوام سر این حملات شیمیایی رژیم خامنه‌ای به مدارس و دانشگاه‌های ایران بگم و اینکه طی این سالها جنایت‌هاش واقعا در نوع خودش بی‌نظیر و یا کم نظیر بوده. خامنه‌ای که به هر حال می‌بینه از هر طرف به وسیله بحران‌ها محاصره شده و سقوطش حتمیه، دست به این جنایت‌ها می‌زنه. طی این 4-5 سال به ویژه که فاصله قیام‌ها کمتر و شعارها رادیکال‌تر شد و خود خامنه‌ای رو هدف قرار داد، دجال فهمید که باید هر طور شده جلو سقوطش رو بگیره. یادمونه که چطور با کرونا مردم رو زمینگیر کرد و دست به قتل عام مردم زد و حالا هم جنایتی دیگه تا حواس مردم رو از سرنگونی پرت کنه، غافل از این که قیام شعله برتر میشه. خانواده ها خب نگرانن، پر از استرس تا اینکه بچه هاشون از مدرسه برگردن. بعضی جا هم مردم اطراف مدرسه کشیک میدن که مبادا بلایی سر بچه هاشون بیاد. این گازی که باهاش بچه ها رو مسموم میکنند و بهشون حمله میشه چطوری در دسترس اونها قرار گرفته؟ خب خود کارشناسان میگن که فقط خود رژیم هست که این گازها رو در اختیار داره. این یعنی چی؟ یعنی خامنه‌ای به طور آشکار و علنی جنایت میکنه، ولی آیا مانع سرنگونیش میشه؟ به نظر من که نه، و تازه تسریع میکنه سقوطش رو. او خوب میدونه که مشکلات اقتصادی گریبان مردم رو گرفته و روز به روز وضعیت معیشتیشون بدتر میشه و هیچ راه حلی هم براش نداره. مگر صبر مردم تا کی ادامه داره؟ این روزا اعتصابات کارگران به طور گسترده در همه بخش‌ها شروع شده. اعتراضات هم کم کم اوج خواهد گرفت. مدارس هم یک ماه دیگه تعطیل میشند. بعد میخوای چیکار کنی خامنه‌ای مفلوک؟ امسال باید که سرنگونت کنیم و حتما که چنین خواهیم کرد. درود بر شما. بله، با تشکر از مینا. خب خانم پسیان، راه حل این مشکل چیه و اساسا شما چه راهنمودی به نسل جوان در کشورمون دارید؟ اول درود میفرستم به مینای عزیز از ایران که انقدر قشنگ مشکل رو میبینه و توضیح داد در موردش و من چیز زیادی نمیتونم اضافه کنم جز اینکه مشکل ما و بسیاری از مشکل‌های بیشمار ما ایرانیان تنها از طریق سرنگونی این رژیم حل خواهد شد. این رژیم در تمامی این طول این سالهایی که بوده یک روز از روز بعد بدتر و بدتر شده، چه در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بین المللی. در تمام این عرصه ها میبینیم که روزگار ایرانیان بد و بدتر شده و علاج ما تنها و تنها در سرنگونی این رژیمه. میگین چگونه؟ من میگم ما ملتی بیدار و هوشیار داریم که به میتوان و باید اعتقاد دارن، میتوان و باید رو زندگی میکنن. میتوان و باید عنصر رهایی بخش ما هست برای اینکه ما میتونیم در صحنه خیابان با عزم بیشتر، با مقاومت بیشتر بر علیه یک همچین رژیمی مبارزه کنیم. ما اونو در سلولهای زندان نشان دادیم، ما اون رو در تختهای شکنجه رژیم نشون دادیم که جوانان ما تا چه حد میتونن مبارزه و مقاومت بکنن در مقابل این رژیم. و باید این کار رو بکنیم، چرا که کدام رژیم و کدام حکومتی در دنیا هست که با دختران جوان خودش این معامله رو میکنه، با پسران رشید و جوان خودش این معامله رو میکنه؟ پس عنصر اول میتوان و باید، و ما میتونیم و نشون دادیم که میتونیم و باید این کار رو بکنیم. و عنصر دیگه سر هم قدغن که اون هموطن بسیار عزیزمون چقدر قشنگ فریاد زد و از ته دلش گفت سر هم قدغن ملت، سر هم قدغن، ما ناامیدی و یأس رو در خودمون راه نمیدیم، ما مبارزه میکنیم تا به این پیروزی برسیم، چرا که سر ما بلنده. ما ملتی داریم سلحشور و مبارز، ما مقاومتی داریم متشکل و ایستاده که مرزبندی درست خودشو داره، ما رهبریتی جانباز داریم که خونهای پاک بسیاری در این راه ریخته شده و باید که به پیروزی برسیم و پیروزی بیشک از آن ماست. بله، خیلی ممنونم از شما خانم نینا پسیان، مدیر انجمن زنان ایرانی در آلمان، که در این گفتگو همراه ما بودیم و به سوالاتمون پاسخ دادیم. منم از شما تشکر میکنم که در خدمت شما بودم و صحبت کردم. مرسی. خواهش میکنم. خیلی ممنون و خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.